مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در نیویورک با ما هست. آقای محمدی، به نظر شما نگرانی هایی که وجود داره در ارتباط با سپاه پاسداران و اینکه با تخلیه نیروهای آمریکایی و خارج شدنشون از منطقه نیروهای نزدیک به سپاه بخوان اون خلأ رو پر بکنن، آیا به نظر شما این نگرانی گروه های مختلف نزدیک به رئیس جمهوری آمریکا نگرانی واقعی و درستی هست یا نه؟ حتما اینطور هست. ببینید، سپاه پاسداران تقریبا تمام برنامه های جهانگشایانه و جاه طلبانه جمهوری اسلامی امروز در چارچوب سپاه داره پیش میره. یک بخش قابل توجه برنامه اتمی سپاه نقش کلیدی داشت، هنوزم نقش کلیدی داره. در مسئله تروریسم عمدتا سپاه و سپاه قدس هستن که نقش دارن. در مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم در کشورهای مختلف، در یمن، در لبنان، عراق، سوریه، این سپاه پاسداران هست که امروز نقش کلیدی رو داره بازی میکنه. در منطقه خاورمیانه، حالا اگر متمرکز کنیم بحثمون روی همین بحث مداخلات منطقه‌ای، هر نقطه تنش، هر نقطه آشوبی که به وجود بیاد، سپاه پاسداران اونجا حضور پیدا میکنه. هر خلأ قدرتی هم که وجود داشته باشه، سپاه پاسداران هست که این خلأ قدرت رو پر میکنه. طبیعی است اگر امروز بعد از اینکه موصل از داعش پس گرفته شد، داعش تقریبا بخش قابل توجهی از سرزمین‌هاش رو هم در عراق هم در سوریه از دست داده، اگر نیروهای امریکایی منطقه رو ترک کنن، طبعا این سپاه هست که اون خلأ قدرت رو پر میکنه. تلاشی که سپاه داشته در طول سالهای گذشته، یک نگاه استراتژیک داره آقای خامنه ای و سپاه پاسداران در اینها در منطقه خاورمیانه دارن دنبال میکنن، و اون نگاه استراتژیک همین هست که در مناطقی که تنشزا هست حضور پیدا کنن، کار بلند مدت میکنند، از خریدن هتل تا زدن بیمارستان، خرید زمین، کاری که در دمشق سپاه پاسداران انجام داده در مقاطع مختلف، برنامه های بلند مدتی دارن برای اینکه مسئله به سرنوشت تلاش سپاه پاسداران در دهه 90 در بوسنی و هرزگوین منجر نشه. در اون منطقه هم در دوره‌ای که بحران وجود داشت، تلاش سپاه بر این بود که حضور پیدا کنه، ارتباط برقرار بکنه، سلاح بفرسته، نیرو تربیت بکنه. اما بلافاصله بعد از اینکه تنش‌ها پایان یافت، بحران پایان یافت، دیگه جای پایی برای سپاه نماند. اما در منطقه خاورمیانه اینها برنامه ریزی بلند مدت تری رو دارن دنبال میکنن. کاری که سپاه در عراق کرده امروز تقریبا یک کار 14-15 ساله است. یعنی بعد از اینکه عراق توسط امریکا اشغال شد، از سال 2003 به این طرف نیروهای سپاه، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در عراق حضور داشتند، در یک دوره مشغول کشتن فرماندهان ارتش عراق یا خلبانان عراقی بودند. در دوره‌های بعد تلاش کردند ارتباطاتشون رو مستحکم کنند با نیروهای شیعی که در عراق با نیروهای آمریکایی می‌جنگیدند، برای اونها سلاح تامین می‌کردند. بعد از اینکه نیروهای آمریکایی عراق رو ترک کردند، خب زمینه فراهم شد هم برای اسلامگراهای سنی که بخش‌هایی از مناطق سنی نشین رو اشغال بکنند، و هم برای سپاه که نیروهای همپیمان با خودش رو تربیت کنه. تقریبا همون فرمولی رو که اینها با حزب الله لبنان دنبال کردن، اینکه نیرو بیارن ایران، اینها رو تربیت کنن. عین همین سناریو در سالهای گذشته در یمن، در عراق، عین همین سناریو دنبال شده. نیروها رو میارن، تربیت میکنن، آموزش نظامی میدن. در حین آموزش نظامی ارتباطات برقرار میشه، اینها روابط نزدیکتر، دوستانه تری پیدا میکنن. امروز نیروهای حشد شعبی در عراق کاملا با نیروهای قدس سپاه، با آقای سلیمانی، روابط بسیار نزدیکی دارن. اینا حتی مهمانی های خانوادگی با هم دارن. این روابط نزدیک هست که همپیمان بلند مدت برای جمهوری اسلامی میسازه. امروز من فکر نمی کنم که مثلا اگر آقای تیلرسون با آقای عبادی بنشینه و به او این اخطار رو بده که نیروهای ایرانی باید از عراق خارج بشن، چنین اتفاقی بیفته، چون این روابط بسیار روابط مستحکمی است و روی این روابط هم جمهوری اسلامی حساب میکنه و هم طرف مقابل حساب میکنه.
نیروهای عراقی که امروز همپیمان جمهوری اسلامی هستند، اینها به یکی از تکیگاه های دولت عراق تبدیل شدن. در لبنان هم وضعیت به همین شکل هست، در سوریه هم به همین شکل هست، در یمن هم به همین شکل هست. برنامه دراز مدتی وجود داره، این برنامه دراز مدت در طول 10-15 سال گذشته اجرا شده و امروز ما حاصلش رو داریم در منطقه میبینیم. آقای محمدی، یکی از مسائلی که مطرح شد در کنفرانس مؤسسه هاتسون این بود که جمهوری اسلامی داره عملا یک نقش امپریالیستی رو بازی میکنه و برای امپراتوری سازی خودش منتها داره از نیروهای نیابتی استفاده میکنه، چون نمیخواد نیروهای ایرانی کشته بشن زیاد و میاد نیروهای شیعه پاکستانی، شیعه افغان رو در حقیقت مأمور میکنه که کاراش رو انجام بدن، یا از کشورهای مختلف نیرو میگیره برای که اون مأموریت‌ها رو انجام بدن. اما به هر شکل بخش از بودجه مملکت داره خرج این نیروها میشه. این سوال برای من وجود داره که چرا جامعه ما خیلی توجهی نمیکنه به این مسئله و در مقابل اینکه حقوق مادیش داره خرج توسعه طلبی بخشی از سرداران سپاه میشه. نظر شما رو میخواستم در همین ارتباط بدونم. ببینید، اینجا باید واقعا تأسف خورد به شرایط امروز جامعه ایران. من معتقد هستم بخش هایی از مردم ایران در طی 14 گذشته به رنگ حکومت در آمدند، از جهت عادت کردن به فساد و از جهت عادت کردن به سوء استفاده از قدرت. اینکه بودجه عمرانی کشور در اطلاعاتی که منتشر شده از 6 ماه اول سال تنها 2% از بودجه کشور صرف فعالیت های عمرانی شده، 98%ش بودجه های جاری است و این بودجه های جاری خب طبعا بخشیش صرف مداخله های نظامی و جاه طلبی های جمهوری اسلامی در منطقه داره میشه. اینکه صدایی از داخل بر نمیخیزه، صدای اعتراضی رو ما شاهد نیستیم، چه از طرف نیروهای سیاسی، چه از طرف نهادهای مدنی و چه از طرف بخشهایی از مردم در این حوزه صدایی بر نمیخیزه، خب این نشون میده که واقعا بخش قابل توجهی از مردم ایران همانطور که 4 دهه هست به فساد و سوء استفاده مقامات از منابع عمومی عادت کردند و اعتراضی در این زمینه ها کمتر به گوش میرسه، در این حوزه هم متاسفانه صدای قابل توجهی به گوش نمیرسه. اعتراضاتی وجود داره معمولا، ولی این اعتراضات عمدتا اعتراضات صنفی است و به مسائل کلان جامعه ایران که اتلاف منابع هست، هرز دادن منابع هست، سوء استفاده حکومت از قدرت هست، به اونجاها کشیده نمیشه. البته سرکوب های بعد از جنبش سبز به نظر من نقش قابل توجهی داشته در اینکه جامعه رو به سکوت بکشونه. یه طرف دیگر داستان هم اگر بخوایم علتیابی بکنیم، بخش هایی از جامعه ایران متاسفانه با جاه طلبی ها و با گسترش طلبی های جمهوری اسلامی همراهی میکنند، یعنی واقعا نارضایتی ندارند از اینکه دولتشون، حکومتشون امروز در منطقه خاورمیانه در حال آتش افروزی هست. این رو نوعی احیای امپراتوری باستانی ایران تلقی می کنند. بالاخص این رو من در بخشی از نیروهای ملیگرا می بینم که صداشون در برخی از زمینه ها بلند بوده، اما در این زمینه متاسفانه هیچ صدایی از اونها بر نمی خیزه. تصورشون این هست که ملیگرایی مسابقه است، مساوی است با نفوذ هرچه بیشتر در منطقه. جالب هست که آقای خامنه ای همین امروز در صحبت هایی که میکنه کاملا در این زمینه داره به یک معنا ابراز، به یک معنا میشه گفت که حتی غلو میکنه، حتی داره در این زمینه خودش رو در معرض انتقادات قرار میده. ایشون به صراحت میگه که امروز قدرت ایران در منطقه قدرت اول هست و همه این رو به رسمیت میشناسن، کاری که اینها در طول 4-5 سال گذشته کمتر انجام میدادن. نمیومدن به این صراحت بگن که ما در کل منطقه، اونم از زبان آقای خامنه‌ای، در کل منطقه قدرت داریم، نیروها رو جابجا میکنیم، دولت‌ها با ما طرف هستن، دولت‌ها برای مشورت به تهران میان، مثل آقای نخست وزیر عراق یا رئیس جمهور ترکیه.
به این مسائل نه تنها شرمنده نیستند، بلکه از اون طرف گزافه‌گویی هم میکنند، افتخار هم میکنند. نشون میده که این شرایط برای جامعه ایران به یک شرایط عادی در تبدیل شده. من برام در این ماجرا بالاخص رفتار گروه های چپ برام خیلی جالب هست که اینها در برابر کوچکترین مداخله نظامی ایالات متحده، بالاخص چپ هایی که در خارج کشور هستند، کوچکترین مداخله نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه رو صدها اطلاعیه میدن، داد و فریاد به راه میاندازن، علیه دولت امریکا بیانیه میدن، امضا جمع میکنن. اما متاسفانه در طول 5 سال گذشته نه از سوی اصلاح طلبان و نه از سوی گروه های چپ من کمتر دیدم که، غیر از یک گروه، کمتر دیدم که مخالفتی با جاه طلبی ها و گسترش طلبی ها و مداخلات نظامی جمهوری اسلامی در منطقه صورت بگیره. متاسفانه به یک عادت بد داره تبدیل میشه. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در نیویورک. تا درودی دیگر، بدرود.